یه چیز دیگری که فراموش کردم بگم در مورد این مقاله 68 اینه که ببینید اینا که با هم دیگه بدبستون میکردن مخصوصا برای اینکه اتحادیه رو راه بندازن در مورد درباره این مرض بردهداری که به جونشون داشت میافتاد، گفتیم که بخ یه مقداری الکترال کالج و سیستم و طوری ریختن که ایالتهای جنوبی بهشون بر نخوره، ایالتهای بردهداری. بعد یه سری چیزها رو نگاه میکنه آدم، بعد میبینه که اینا که اینقدر عاقل بودن و وارد بودن و اینا، چرا سیستم رو اینجوری درست کردن که قبل از اینکه متمم 12 قانون اساسی رو بنویسن طوری سیستم رو چیده بودن که کسی که بیشترین رأی الکترال ووت رو میگرفت میشد رئیس جمهور، دومین نفر میشد چی؟ نایب رئیس جمهور. یعنی این فکر رو نکرده بودن، فکر میکردن که گفتیم بهتون مدیسون اون همه مقاله نوشت و راجع به قشرگرایی و فکشن و این برنامه ها حرف زد، ولی این آدم های دانا و عاقل از همون روز اول فکر نکردن که بابا احزاب درست میشه، مردم دست دسته میشن، شما که دارید میگید نفر دوم که رأی دومین رأی رو میاره اون میشه رئیس، نایب رئیس جمهور، این دوتا اصلا شاید با هم دیگه دشمن باشن از نظر حزبی، از نظر دید به چیزا. دارم میگم که این مسئله رو در نظر بگیرید که اینها هم چون در اون زمان زندگی میکردن و اینقدر حرف از حزبگرایی نکنید و این برنامه ها 3-4 سال بعدش یه دفعه اصلا یک دوتا حزب دکر را افتاد تو آمریکا و تازه اینا به قول معروف ریالیتی چک، تازه اینایی که اینقدر عاقل بودن و دانا بودن توزاریشون افتاد که نه این برنامه خواهد شد.